در ادامه عملیات نیروهای امنیتی بر ضد گروه داعش در کشور، ریاست عمومی استخبارات میگوید که در چند عملیات نیروهای این اداره در ولایت بلخ، 3 عضو برجسته شاخه خراسان داعش از بین رفته است. در حساب تویتر این اداره نگاشته شده است که این عملیات در حوزه های 5، 8 و 10 بلخ انجام شده و در آن مولوی ضیاءالدین والی پیشین و مسئول برحال بخش قضایی شاخه خراسان داعش، ابو عمر افریدی عضو شورای شاخه خراسان و سلمان تاجیکستانی مسئول تمرینات نظامی و ساخت بمها کشته شدند. این عملیات در حوزه های 5، 8 و 10 ولایت بلخ انجام شده و شماره از خوارج کشته شدند. تحقیقات اخیر ثابت کرده است که 3 تن از اعضای مهم خوارج با نام های مولوی ضیاءالدین عضو شاخه خراسان داعش که نام برده قبلا به حیث والی نامنهاد داعش بود و در حال حاضر مسئولیت بخش قضایی را بر عهده داشت، کشته شده است. ضیاءالدین که به نام مولوی محمد هم مشهور بود، دومین شخص کلیدی گروه داعش محسوب می‌شد. همچنان ابو عمر افریدی عضو شورای شاخه خراسان و استاد سلمان تاجیکستانی متخصص تمرینات نظامی و ساخت بمها در عملیات از بین رفتند. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در حساب تویترش نوشته که کشته شدن اعضای رهبری شاخه خراسان در شهر مزار شریف ضربه بزرگی به این گروه است و این عملکرد نشان می‌دهد که امارت اسلامی مطابق به توافقنامه دوحه برای مبارزه با داعش پابند است. مسئولین حکومت سرپرست مدعی شدند که در عملیات اخیر در مزار شریف تعداد از افراد وابسته به داعش به شمول یک رهبر شاخه خراسان این گروه کشته شدند. در صورت تایید این یک صدمه چشمگیر بر شاخه خراسان داعش در شمال افغانستان خواهد بود. در توافقنامه دوحه تعهد کردند که علیه شاخه خراسان داعش بجنگند. کشته شدن این رهبر داعش نشان می‌دهد که آنان به تعهد خود پابندند. ایالات متحده آمریکا و طالبان می‌توانند تعاملات خود را در تطبیق کامل توافقنامه دوحه افزایش دهند، آنچه به سود منافع ایالات متحده و طالبان است. آگاهان نظامی هم به این باورند که حملات نیروهای امارت اسلامی بر مخفیگاه‌های گروه داعش و از بین بردن اعضای این گروه می‌تواند رویکرد مثبت کشورهای منطقه و جهان را نسبت به رفع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان به دنبال داشته باشد. عملیات علیه گروه داعش در جلوگیری و گسترش فعالیت‌های این گروه خیلی مؤثریت دارد. این عملیات‌ها و سایر عملیات ها علیه این گروه می تواند قناعت کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در مبارزه علیه این گروه و رفع نگرانی ها تحقق ببخشد. در طول 1.5 سال حاکمیت طالبا هر از گاهی که اتفاقات انتحاری و ترورهای هدفمند و انتحاری صورت می گرفت با آدرس داعش خراسان بود و اخیراً طالبا هم به شبکه های داعش خراسان حمله ور شدند. اما من گمان میکنم که در این محدوده نمیمانه، پلان بزرگ و وسیع داره. ریاست عمومی استخبارات همچنان گفته در نتیجه یک عملیات دیگر در ولایت فاریاب تمامی اعضای گروهی که در حمله بالای داوود مزمل، ولی پیشین بلخ و چندین حمله دیگر در ولایت کابل، فاریاب و بلخ دست داشتن را بازداشت کردند. با گفته این اداره شخص مهاجم بالای والی بلخ تبعه تاجیکستانی بوده و اخیراً برای انجام این حمله به افغانستان اعزام شده بود.